قصه های قد و نیم قد. اوه بیرون چه برفی باریده. آه سلام، اسم من ماناست. رفته بودم برای پرنده ها دونه بریزم، چون توی این هوای برفی بعید غذا گیرشون بیاد. من خیلی دوست دارم توی هوای برفی شال و کلاه کنم و برم برف بازی. یه درخت کاج هم میشناسم که عاشق این هوای برفیه. دوست دارین قصهش رو براتون تعریف کنم؟ اسم قصه هست خانه‌ای برای گنجشک‌های کوچک، قلب کوچکی برای کاج بزرگ. اولین برف زمستون که بارید، درخت کاج خودخواه موهای سیخ سیخیش رو تکون داد و گفت وای چه برف خوبی. آناهیتا از پنجره درخت کاج رو نگاه کرد و گفت چقدر تکون میخوره، حتما سردشه. بعد شالگردن آبیش رو برداشت و رفت بیرون. شالگردنش رو پیچید دور تنه درخت و محکم گرک زد. درخت کاج هرچه خودش رو تکون داد و به آناهیتا گفت که شالگردن نمیخواد، آناهیتا نشنید و رفت. دومین برف زمستون که بارید، درخت کاج سرش رو گرفت بالا و نگاه کرد به آسمون و گفت وای چه برف خوبی. دوباره خودش رو تکون داد، بلکه شالگردن از دورش باز بشه. آناهیتا از پنجره نگاش کرد و گفت تفلکی درخت کاج، با این شالگردنم سردشه. و کلاه بافتنی پشمیش رو برد حیاط و انداختش بالا. کلاه افتاد روی یکی از شاخه های درخت کاج و همونجا موند. کاج برگ های سوزنیش رو تکون تکون میداد که کلاه و شالگردن ها رو از خودش جدا کنه، اما نمیتونست. آناهیتا که از پنجره نگاهش میکرد گفت چقدر سردشه این درخت کاج، هنوز چیزای بیشتری میخواد. سومین برف زمستون که بارید، کاج هنوز داشت خودش رو تکون میداد. آناهیتا دستکش پشمی صورتیش، پلوور بنفش دکمه بزرگش، دامن بافتنی قرمزش، پالتوی کوچولوی زردش، چکمه های آبیش، جوراب ها و جوراب شلواری های بافتنیش همه رو برد وسط حیاط و یکی یکیشون رو انداخت روی شاخه های کاج. لباس های رنگی آناهیتا از شاخه های درخت آویزون بودند. آناهیتا می نشست کنار پنجره، دست های کوچولوش رو می زد زیر چونش و به درخت کاج نگاه می کرد. چندومین برف زمستون که بارید شب بود. گنجشک کوچیکی آروم اومد روی یکی از شاخه های درخت نزدیک کلاه آناهیتا نشست. کاج دوست نداشت پرنده ها روی شاخاش بنشینن. گفت پاشو برو یه جای دیگه بشین بچه گنجشک. گنجشک داشت میلرزید، بالهای کوچولوش خیس خیس بود. گفت میشه یه شب بمونم اینجا؟ زیر این کلاهو میگم، خیلی سرده، بعد زودی میرم. کاج با بیمیلی گفت فقط یه شب. گنجشک آروم و بی صدا خزید زیر کلاه آناهیتا. اون شب تا صبح صدای قلب کوچیک گنجشک توی گوشهای کاج پیچید. فردا شب که شد، گنجشک دوباره اومد و آروم و بی صدا رفت زیر کلاه آناهیتا. درخت کاج چیزی نگفت، منتظر بود صدای قلب گنجشک رو بشنوه. فردا شب که شد، گنجشک کوچک دیگه ای اومد و شبهای دیگه گنجشک های کوچک دیگه ای که زیر لباس های آناهیتا میخوابیدند و صدای یک عالم قلب کوچیک گنجشکی توی گوشهای کاج میپیچید. بهار که شد، آناهیتا رفت پیش درخت کاج و بهش گفت درخت کاج، دیگه بهار شده، اومدم لباسامو پس بگیرم. درخت کاج اما نمیخواست لباسهای آناهیتا رو پس بده، میخواست داشته باشدشون تا زمستون سال بعد باز هم صدای قلب یک عالم گنجشک کوچیک رو توی شبهای بلند زمستون بشنوه. خب امیدوارم که از این قصه لذت برده باشین. دیگه وقتشه شما برین استراحت کنین. منم برم ببینم پرنده هایی که براشون دونه ریختم اونها رو ورد چیدن یا نه. خوب بخوابین. خداحافظتون.